بله، سلام علیکم، بفرمایید. سلام و رحمت الله و شما باشد آقا، حالتون خوبه؟ سلامت باشید. سلام باشید آقای انصاری. آقای انصاری، من یک سوالی دارم. میشه خودتون رو معرفی کنید بیننده گرامی؟ عبدالله هستم از امارات. آقا عبدالله، بفرمایید برادر عزیز. عزیز من، این آخونده ها که برای اهل تسنا وهابی، وهابی میگن، نه میگن وهابی. خب پیغمبر خدا اهل تسنا بوده، حضرت علی اهل تسنا بوده، حسن، حسین، فاطمه زهرا، همشون، رضا، عباس، همشون اهل تسنا بودن. پس اونا وهابی هستن؟ چرا اینا دوستشون دارن؟ درست. خب اینا یک، استغفرالله العظیم، یکی دیگه بود، دیگه نه برای کسی به خانه خدا دیگه باقی باش. این خونه خدا است، بیچاره تو مسلمان هستی، یک منزلی زدی، میگی که من این خونه خدا نیست، این چی نیست، این باقی وحش هست، این کعبه نیست، این باقی وحش هست، کسی به خونه خدا تو رحم میزنه؟ این چه مسلمانی هست؟ بس تو به من بفهمون که اینا مسلمان هست که میگن که اهل سنا چی هستن؟ وهابی، وهابی میگن، نه میگن وهابی. خب اینا وهابی بودن، چرا پسندشون میکنی؟ چرا به علی میخوایی، به حسن میخوایی، حسین میخوایی، فاطمه زهرا داد میزنی؟ و اینا وهابی هستن؟ خواهد بس سرتون باشد. کاری نداری آقای اثاری؟ زنده باشید، الله مطالب ستون کنه. تشکر از شما. سلام باشه آقا. زنده باشید. من میسید که تر حرف میشنه از اینا والا. الله مطالب ستون کنه. اخوندان، نکه شیعه اخوندان، باقی شیعه تو نیستن؟ درست. والله بلا یک روز یکی نشسته پهلوی من تا شنید دیوانه شد، دیوانه شد، گفت این مسلمان نیست، با قرآن خدا گفت این مسلمان نیست، با این مندیلش این میگه مسلمان نیست، این تیر حرفا داری میزن. درست. والله بالله. درست. تشکر از شما برادر عزیز. خیلی ممنون. خیلی ممنون آقای عبدالله. سلام باشید. خدا نگهدارت. یک چیزی رو من بهتون عرض کنم اینجا. اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم که اینا این همه سر صدا میکنن، از سیدنا علی رضی الله تعالی عنه گرفته تا امام حسن عسکری، این امام زمان و ملکه خانم و اینا رو که ما قبول نداریم، به دنیا نیامده حضرت مهدی تا هنوز، این دروغی است که اینا بافتن. یکی از این ائمه بزرگوار اهل بیت با یک دختر شیعه ازدواج نکرده. باورتون میشه؟ یکی از اینها از امام علی گرفته تا امام حسن عسکری، یکیشون نرفتن در خونه یکی از این بزرگان شیعه در زده باشن و با دخترش ازدواج کرده باشن. همه با دختران اهل سنت، چون خودشون اهل سنت بودن، به قول این برادر ازدواج کردن. چون مسئله رافضه‌گری، شیعه‌گری و اسلام مطرح است، نه مسئله شیعه و سنی. بیارن یک نمونه، بیارن از اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم، از این ائمه بزرگوار که رفته باشه در خونه زراره و ابوبصیر و همینایی که به اصطلاح بزرگان تشیع محسوب میشن و با دخترای اینا ازدواج کرده باشه. با کنیز ازدواج کردن، با دختران شیعیان خودشون ازدواج نکردن. اینایی که ادعا میکنن که شیعیان اونها، اینایی که به اصطلاح شاگردان دست اول ائمه معرفی میکنن، چون متنفر بودن از اینها. یک نمونه شو همین امام جعفر صادق. دوستان این سفر رو نشون بدن. علی ابن ابی طالب، پسرش حسین، پسرش زین العابدین، پسرش محمد باقر، ابوبکر، فرزندش محمد، فرزندش عبدالرحمن و قاسم فرزند محمد و اسماء دختر عبدالرحمن، از اینا به دنیا میاد ام فروه. محمد باقر نمیره دنبال یک کسایی که ادعای تشیع میکردن، از مثلا امروز از راویان مثلا کافی و مجلسی و از اینا، بره با اینا از شاگردانش باشه که ادعا میکنن دروغ میگن. از ابو بصیر و از زراره و اینا متنفر بودن اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم، اینا دروغگویانی بودن که به اونا تهمت می‌بستن.
میره با نوه ابوبکر صدیق ازدواج میکنه، امام محمد باقر. از این ازدواج پربرکت کی به دنیا میاد؟ امام جعفر صادق به دنیا میاد. امام جعفر صادق جد مادرش، میدونید که ابوبکر صدیق. این مطلب در کتاب های ذکر شده و امثال این ازدواج ها ما زیاد داریم. یک نمونه دیگرش هم من خدمتتون اینجا نشون بدم. زید عمر ابن خطاب با ام کلثوم دختر علی که از بطن فاطمه به دنیا آمده ازدواج میکنه. از این ازدواج زید به دنیا میاد که در سال 45 هجری فوت میکنه و ایشون افتخار میکرد که انا ابن خلیفتین، من فرزند دو خلیفه هستم. زید. تشکر میکنم از دوستان عزیز.